سازمان غذا و داروی آمریکا برنامه‌ای مربوط به تولید کیت‌های تست کرونا در منزل که توسط بیل گیتس پشتیبانی می‌شد را تعطیل کرد. این اداره از این شرکت خواسته است که تا دریافت مجوزهای مورد نیاز از ارسال کیت‌ها خودداری کنند. این سازمان طی بیانیه‌ای گفته است که سازمان FDA در مورد ایمنی و صحت تست‌های این شرکت ابراز نگرانی نکرده است، اما ما از این شرکت خواسته‌ایم تا دریافت مجوزهای لازم کار خود را متوقف کنند. هدف این شرکت که توسط بنیاد خیریه بیل و ملینا گیتس پشتیبانی می شود، ارسال کیت های رایگان به متقاضیان به منظور بررسی افراد با و بدون علائم ویروس کرونا بوده است تا به این ترتیب از نحوه شیوع این بیماری در شهر سیاتل آگاه شوند. شرکت اسکن به واسطه نتایج آزمایش ها و افراد شرکت کننده می تواند اطلاعاتی شامل جنسیت، سن، نژاد و نشانی افراد را بررسی کند تا افراد در خطر بیشتر را شناسایی کند و تأثیر فاصله گذاری اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. فیسبوک پلتفرم تصاویر گیف با نام گیفی را با قیمت 400 میلیون دلار خریداری کرد. این شرکت اعلام کرده که محتوای گیفی به زودی در اینستاگرام و سایر اپلیکیشن های فیسبوک در دسترس قرار خواهند گرفت و همچنین تلاش خواهند کرد تا گیفی همچنان پیشرفت کند و در اختیار افراد بیشتری قرار گیرد. در حال حاضر فیسبوک اعلام نکرده که چه زمانی امکانات گیفی در اینستاگرام و سایر اپلیکیشن های این شرکت در دسترس خواهند بود. تسلا در نظر دارد تا از باتری خودروهای الکتریکی خود با نام میلیون مایلز که به طول عمر آن اشاره می کند رونمایی کند. از این باتری‌های ارزان قیمت برای اولین بار در مدل 3 این خودرو اواخر سال میلادی جاری و یا اوائل 2021 در چین رونمایی خواهد شد. طبق اطلاعات موجود با هر بار شارژ این باتری امکان پیمودن مسیری با بیش از 400 مایل میسر خواهد بود. در حال حاضر ارزان ترین خودروی این شرکت مدل S است که قیمت آن از 39,990 دلار آغاز می شود. اگر باتری جدید از قیمت خوبی برخوردار باشد، امکان کاهش شدید قیمت این مدل افزایش پیدا می کند و توان رقابت بیشتری در بازار فروش پیدا خواهد کرد. طبق اعلام یکی از تحلیلگران محصولات اپل، این شرکت معرفی عینک‌های واقعیت افزوده خود را برای سال 2022 مد نظر قرار داده است. شایعات مربوط به این محصول جدید اپل مدت هاست که بر سر زبان ها افتاده و پتنت این شرکت در ماه اکتبر موضوع را تایید کرد که این کمپانی مشغول کار بر روی این محصول است. در این پتنت ذکر شده که این عینک دارای ویژگی ردیابی نگاه به واسطه وجود یک دوربین داخلی برای تشخیص مسیر نگاه کاربر است. شایعات دیگری پیرامون رزولوشن، دوربین های خارجی و نحوه طراحی این عینک وجود دارند که میگوید میتوان از آن در طول روز به راحتی استفاده کرد. سری 8 گوشی‌های وان پلاس با بهره‌گیری از دوربین 48 مگاپیکسلی با ویژگی‌های همچون HDR, OIS, EIS و مود پورتره امکانات خوبی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. اخیراً توییتی از بن گسکین منتشر شده که در آن به این نکته اشاره شده که دوربین وان پلاس 8 پرو قابلیت فیلتر کردن رنگ‌ها و مشاهده داخل اشیاء خصوصاً با رنگ مشکی را دارد. ویژگی X-ray Vision از سنسور اینفرارد این گوشی برای دریافت تشعشعات انفرارد که توسط چشم انسان قابل مشاهده نیستند استفاده می کند. این ویژگی به راحتی و با مراجعه به اپلیکیشن دوربین و انتخاب فیلتر فوتوکروم در دسترس است. باید به این مورد اشاره کرد که این فیلتر بر روی تمام اشیاء کارکرد ندارد و بیشتر بر روی اشیاء پلاستیکی که ضخامت چندانی ندارند مؤثر است.